سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما هموطنان گرامی، بینندگان عزیز سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران و شما همراهان عزیز پیک شادی. ببینید در همین ابتدا تبریک بگم به همه هموطنانمون، آنچه را که انجام شد به همت هموطنان شریف و آزاده مقیم آمریکا و همه اونهایی که خودشون رو از نقاط مختلف به تظاهرات بزرگ نیویورک رسوندند و یک بار دیگه در برابر چشم جهانیان این واقعیت رو اثبات کردند که در مقابل رژیم پلید و ضد بشری آخوندی که بر میهن ما حاکم شده و این میهن رو غصب کرده، خلق قهرمان و مقاومی قرار گرفته که هرگز به این رژیم تن نداده و تن نخواهد داد و مبارزه را تعطیل نخواهد کرد تا روز پیروزی که انشالله بسیار نزدیک است، روز برقراری آزادی و حاکمیت مردمی در میهن عزیزمون ایران، روز جشن و شادی پایدار برای همه مردم ایران. ما با همین امید و اطمینان که چنین روزی قطعاً به زودی فرا خواهد رسید، برنامه پیک شادی این هفته رو به همه اونهایی که در این صحنه نقشی ایفا کردند یا همه اونهایی که از دور یا نزدیک با دعایی با اون همراه شدند تقدیم می‌کنیم. این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از بادکنک سفرهای احمدی نژاد به نیویورک که حالا دیگه ترکیده و حتی باغ وحش نیویورک هم کسی رو برای تحویل گیری انتر عظما نفرستاده بود. هرچند که ماموتی فیگورهای همیشگیش رو میگرفت ولی دوربینی نبود که ازش عکس بگیره. آقا جون مادرتون یه عکس 6x4 ازش بگیرید. از اونجایی که احمدی نژاد میدونست توی نیویورک مثل همیشه با پذیرایی گرم ایرانیان باغیرت مواجه میشه و بساطش رو به هم میزنن، تصمیم گرفت قبل از سفر برای چهره سازی هم گروگانها رو آزاد کنه و هم توی یه فیلم تبلیغاتی نقش آفرینی کنه. توی این فیلم محمود میخواست یه چهره آرنولدی از خودش ارائه کنه. البته همه این فیلم ها و ژست ها فقط واسه اینه که قطار نظام یه بار دیگه از روی ریل مماشات رد شه، ولی همین که رد شد دوباره همون آشه و همون کاسه. هفته پیش تو آشفت بازار نظام یه بساط دیگه هم برپا شد که عظما یه مش دستبوس و کاسلیس رو جمع کرد دور خودش تا نسبت به خطرهای پیش رو هشدار بده. در موضوع آسیب‌ها و خطرها، نخست باید تأکید کنم که خطر هست ولی راه مصونیت از آن نیز هست. توجه به خطر نباید ملت‌ها را بترساند. خطرها را باید شناخت تا در مواجهه با آن حیرت و تردید پیش نیاید. کم شدن انگیزه ها و سست شدن عزم ها نخستین خطر است. سید علی با خوندن روزه مقابله با خطرات برای این حضرات میخواد طوری وانمود کنه که خودش رو خطری تهدید نمی کنه. ولی اینطور فیگور گرفتن ها معمولا عمر کوتاهی دارن. ظرف قلبه ما ادري وش شايف، يقول لي شايف حي وما حي، وتلقى اللي شافه فيروسي ولا 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 ضب. اون خطری که خامنه ای رو قبض رو کرده و نسبت بهش هشدار میده اینه که روند قضایا نظامش رو به سرنوشت قذافی دوچار کنه. در لیبی ناتو ضایعه های بی جبران آفریده است.
الگوی سقوط قذافی تیری بود که عمامه رو از سر عظما پرون. البته بعیده که وقتی نوبت عظما شد مثل این سرباز اینقدر خوششانس باشه. اما سید علی ورشکسته توی این سخنرانی نسخه پیچیدن برای انقلاب‌های منطقه رو هم فراموش نکرد. اول اون که ملت‌های انقلاب کرده و آزاد شده، یکی از مهمترین خواسته‌هایشان حضور و نقش قاطع مردم به آرایشان در مدیریت کشور است و چون مؤمن به اسلامند، پس مطلوب آنان نظام مردم سالاری اسلامی است. ولی باید مراقب بود که این با دموکراسی لیبرال غربی اشتباه نشود. دموکراسی لائیک و در مواردی ضد مذهب غربی با مردم سالاری اسلامی هیچ نسبتی ندارد. البته خامنه ای اینجا نگفت منظورش از مردم سالاری اسلامی چه جور نظامیه، اما قبل از اون خمینی به روشن ترین شکل ممکن ویژگی های این نظام رو تعریف کرده. اگر ما به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و رؤسای اونها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای اونها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت ها پیش نمی آمد. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی دادیم اینها اظهار وجود کنند، تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم. یک حزب و اون حزب الله. دجال جنایتکار 70 میلیون رو به خاک سیاه نشونده، بعد تازه میگه اگر کرده بودیم. اتفاقا همه این کارها رو کرد که منفور عالم و آدم شد. Cowards no longer willing to fight. حالا از این کوچه میریم سراغ بخش تیوی ریش نظام تا ببینیم توی پشم و شیشه آخوندی چی میگذره. تو مسیرمون با یه موتور سوار مواجه میشیم که با دید جانبی رانندگی میکنه. خدا آخر عاقبتش رو به خیر کنه. تیوی ریش این هفته دو نمونه مغز ترشیده داریم که در موضوع برابری زن و مرد واقعا مغزشون سرکه انداخته. بعد حالا من سوالم اینه که خانومی این زحمات رو چیز میکن، بعد به درجه اجتهاد میرسه، چرا دیگران نمیتونن از اون خانم تقلید کنن؟ چرا فقط باید از مرد تقلید کنی؟ خیلی مناسب هستن، مناسب اجتماعی هم که خیلی مورد رجوع مردم هم. مثل قضاوت، مثل رهبر جامعه بودن و مثل مرجع تقلید بودن. معمولا خانم ها چون محدودیت دارن برای رجوع اقشار مختلف مردم، یکی از ملاحظات البته اینه، اما این همه مراجعاتی که جهان اسلام و مسلمان ها به یه مرجع میکنن محدودیت هایی رو برای خانم ایجاد میکنه. از نظر اسلام تفاوت نیست بین مرد و زن؟ تفاوت ببینید اینی که عرض کردم متمرکز نشیم، امر طبیعیه. حضرت آقای وحید خودشه تفاوت دیگه. اینی که عرض کردم متمرکز نشیم به خاطر این بود که کاملا بینیم به سمت مبحثی که در رابطه با حقوق زنانه. اجازه بدید از این عبور کنیم. بله عبور میکنیم. تا
طرف تا دید بوی مغزهای ترشیده بلند شد سریع در دبه رو بست. ولی آخه بحث یه دبه و دو دبه نیست، تیویریش آخوندی همه جاش این بو رو میده. میریم یه کانال دیگه و توجه شما رو به یه نمونه زن ستیزی بدون شهر جلب میکنم. فقط به ابعاد تصویر سوژه ها توجه کنید. در ابتدای این دیدار شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان، شیخ حسن سلطان از بحرین، اکبری از افغانستان، سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، شیخ الامری از عربستان و خانم هاجر حسینی از آمریکا به بیان دیدگاه‌های خود. آخوندهای مرد رو ریش تا ریش چسبونده به لنز دوربین، اما نوبت زنه که رسید باید با ذره‌بین دنبالش بگردید. اینجاست که نقش دکوراتورها در تلویزیون عظما برجسته میشه که اگه کارشون رو خوب انجام بدن مثل این نمونه دل بیننده رو خنک میکنن. انقلابی حمایت میکردن ولی بله بله ولی امروز اساسا این تحول ایجاد شده و اینا جایگاه خودشون از دست دادن. بله جایگاه خودشون رو از دست دادن و نتیجه این مسئله این میشه که از اونجایی که تلفات مانورهای جنگی نظام بیشتر از برکاتشه، نخبگان نظام به فکر انجام مانورهای کارتونی افتادن تا دل بسیجی‌های ریزشی رو با این چیزها خوش کنن. قربان، هر دو کشتی دشمن در حال شلیک موشک‌هاشون هستن، اما عجیبه که نمیتونن ما رو شناسایی کنن. بله، در یک سناریوی بسیار واقعی نیروهای فرضی بسیج دشمن مجازی رو نابود کردن. دوزار بده آش، به همین خیال باش. البته باید عرض کنم یه مقدار از سنگینی این بار مربوط به مرخصی نرفتن بنده است که اگه امضا می‌کردید الان من و عیال و مادرزن مشهد بودیم و شما رو دعا می‌کردیم. بهتره تا دیر نشده بریم نماز. در مورد مرخصیت هم تا امام نطلبه نمیشه کاری کرد. در انتها به مناسبت اول مهر فیلمی داریم از یک کلاس رقص، ببخشید کلاس درس، که زیر عکس امام دجال برگزار میشه. La te fora buse kido Velona supo o sarde ni pa O parado fica ego Safto o cori supo Te fora bu me kida Besamu sibnas ni kapida Sahi mani do kori Yesi dice ya for mi احمدی نژاد در نیویورک طبعا باز هم موضوع طنزهای مختلف هست و خواهد بود. هر سال این موقع وقتی که احمدی نژاد راهی نیویورک میشه در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت انزوای رژیم تقلاها و دست و پا زدنهایی داره که خب یکی از یکی مضحک‌تر و خنده‌دارتر هستن. معمولا هم در میان این تقلاها نمونه هایی از مصاحبه های مطبوعاتی مضحک و خنده‌دار احمدی نژاد رو شاهد هستیم. این بار از مدتی پیش شروع کرده بود تعدادی از مصاحبه هایی که در اون باز هم از اون جملات ابلهانه و دروغ های عجیب و غریب خودش که خب از ویژگی های احمدی نژاد هست فراوون خرج کرد و باز هم باعث مضحکه و در حقیقت تمسخر همه رسانه های بین المللی شد. طنز این بار دستن در کاران طنز پیک شادی به همین موضوع اختصاص داره و یکی از همین مصاحبه های پاسدار هزار تیر گماشته ولی فقیه
احمدی نژاد. Yes, thank you. Yes, continue. 3, 2, 1. Excuse me. Tutta chai vada bia korbanat. Merci. Yeah, thank you very much. Hello, welcome to our program. Hello, Mr. President. I am reporter of Press TV. Welcome to our program. This program is window. Please open the window. Complete these sentences. Yes, Mr. President, Doctor, Professor, Engineer, Marker, Power, Turter, Zerzer, Gerger, Mahmoud Ahmadinejad. Yes. بسم المقام العظما دون یدی و الاسفندیار و المشائیات و الختم روزگار محمود احمدی نژاد و المستشفیات و سیدریات فی نیویورکیات. با سلام به ملت وانشاد آمریکا، ما در خدمت شمایی. Yes, thank you very much. شما هر سال این موقع ها که میاید امریکا مشکل زبون ندارید؟ والا بنده مشکل زبون ندارم، ملت غیور آمریکا هستن که فکر میکنم این مشکل رو داشته باشن. ببینم شما چرا ریش ندارید؟ احتمالاً به مادرتون رفتید و این نشون دهنده اوج اقتدار جمهوری اسلامیه. Yes, thank you very much. Mr. President, you were یعنی شما با مقام عظما فرند بود، گود بود، چفت، یعنی اینا. But now یعنی الان میونتون sugar and water شده، یعنی شکراب شده. What is the story؟ این سوال ما از شماست. ایران یه کشور آزاده، من رو مقام عظما آب میپاشم، ایشون به من میگن شکر خوردی. یعنی همچین بعضی ما با هم نداریم. Yes. I say yes, sir. Say مقام عظما. مقام عظما رو دیدم. Knock off nose. یعنی نوک دماغشون چسبیده بود به زمین. Is he معتاده؟ پنپا میخواد انعطاف بدنیشو به رخ ما بکشه. خب معلومه دیگه، قرار نیست که ما همیشه با دماغ استکبار رو به خاک بمالیم. یه بارم دماغ عظما خاکی بشه، بعد من تعجب میکنم شما خبرنگارید یا نماینده ی دولت آمریکا. بعد این راسته که تو خیابون تهران یا ونیو تو تهران به شما سر انتر بالا یه مذاکراتی شده، ولی ما خودمون هنوز زیر بار نرفتیم. thank you very much. But شما به خاطر همین حرف ها با خشونت با مردم رفتار میکنید و اونها را میزنید. عرض کردم این سوال ما از شماست. این یه دستاورد علمیه که غربی ها ازش فرار میکنن. وقتی کسی علیه نظام ما حرف میزنه 42 تا ماهیچتون رو شما باید به کار بندازین تا اخم کنین، اما با 4 تا ماهیچه میتونید دستتون رو دراز کنید بکوبید تو کله طرف. این همون دستاورد علمیه که نیروی انتظامی ما به اون دست پیدا کرده و این خودش شاخص دموکراسیه. Yes, thank you very much. Answering good. Very good. Very, very good. شما در بسیاری از سخنرانی هاتون به شما به خلأ قدرت در خاورمیانه اشاره کردید و از اون به عنوان خلأ دردناک یاد کردید. مگه ممکنه چیزی هم خالی باشه هم درد بکنه؟ What is your story؟ عجیبه، این سوال ما از شماست. مگه شما تا حالا سردرد نگرفتید؟ دقت کنید، آدم سردرد میگیره چون هم خالیه هم درد میکنه. این خودش شاخص دموکراسیه. بله، تعجب میکنم. مخلص آقای رئیس. خواهید بفرمید. بله بله. Yes, thank you very much. The furnace in this month and the brand SMH you could prefer for indoor to chai yama chi shot tash never remember. Yes. بله. شما بارها گفتید که غربی ها میترسند با شما وارد وارد جنگ بشن. استدلالتون سر این موضوع چیه؟ من اینو بارها گفتم.
ما زمان جنگ یه فهمیده داشتیم، منظورم حسین فهمیده است، ایشون با سر رفتن زیر تانک، اون فهمیدمون بود، وای به حال نفهمامون. بله خواهش میکنم، خواهش میکنم. بفرمید بفرمید. What is your نظرتون، یعنی نظرتون راجع به گزارش آژانس در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و سلاح‌های کشتار جمعی وات چیه؟ و اینکه شما برخورد شفافی نکردید. اینا تبلیغات رسانه‌ایه. من تعجب میکنم شما خبرنگارید یا سیاست مدارید. بنده هم خیلی شفاف عمل کردم. اجازه بفرمایید من شفاف آوردم قشنگ به شما هم نشون بدم. ببینید بفرمایید، من جورابمو به عنوان یکی از سلاح‌های کشتار جمعی خیلی شفاف برای هر کسی که بخواد حاضرم ارسال بکنم. ما اینو رو بند رخت انداختیم، گفتن هوای تهران آلوده شده، رفتیم تو سد کرج نشستیم شستیمش، گفتن آب تهران آلوده شده. ما با این سلاح چیکار کنیم؟ آقا خواهشان بیان ببرینش، آژانس کجاست؟ بدین برداره ببره، ما نمیخوایم اصلا. Thank you Mr. President. Thank you. Thank you. Thank you. What is your problem? What? Brian, son, Brian, this job is done. We're doing the bare minimum. 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 We're doing the Yes, thank you very much. What is your program for your in the bare minimum? We're doing the bare minimum. والا برنامه اینه که به کشورهای بزرگی مثل سودان و ونزوئلا و موریتانی و این دور و برا بریم، اما خودم شخصا راضی نیستم، میخوام برم ونیز پیدا کنم یه میز خیلی تر و تمیز با یه چاقوی تیز روش بنویسم یه ریز دوست دارم عزیز. بله میز و میز و میز مخلص آقای رئیس. بفرمید جان. Hey, thank you, thank you, thank you. We are from it, Sam. From it, from it. برنامه تمام شد. دو تا چایی من آخرش نمیاد. Yes, thank you, Mr. President, Doctor, Engineer, Marcus, Super Film, Senator, General, Bell, Ter, Mr. Mahmoud Ahmadinejad. Yes. محمود احمدی نژاد، محمود امان نژاد، So, Professor, President, you have the floor, sir. ترجمه همزمان هست. خانم ها و آقایان، قصد دارم در فضای پر التهاب کنونی به برخی چالش های مهم، موضوعات مهم اشاره کنم، پیشنهادات خود را ارائه کنم. موضع ما کاملا روشن است. ما میخوام جد خدای دنیا باشیم. اتفاقا ریشه همه جنگ های دنیا همینه. ما میخوام جبهه اصلی بمب بشود. ما میخوام نفت تبدیل به گلوله و موشک و بمب بشود. یه جایی میزنن 40 متری رو سوراخ میکنه اصلا. اونا دیگه چیزاست. من میخوام به شما عرض کنم، من مذاکره نخواهم کرد. من محمود ادای ابرقدرت ها رو در میآورم. ما بسیجیان جهان، جبهه قلدران و جبهه مفسدان در مقابل حرکت انسان سفارایی کردیم، کلی در دنیا هارد و خور کردیم، قیافه گرفتیم که یک راه فرار پیدا کنیم، پیدا کنیم. عامل تبعیض و فساد بنده احمدی نژاد، یک باستارد و پد کورزاد بنده احمدی نژاد. نظام جمهوری اسلامی نه پایه‌ای داره، نه چارایی داره، هیچی نداره. وظیفه دولت وحشیگری است. اشکالی نداره، بالاخره انتخابات نزدیک است. انتخابات حساس‌ترین موضعه. انتخابات خیلی مهمه. دوستان ما لهله می‌زدن و خیلی تلاش کردن که یه موقع کسی جانمونه جایی، این وری اون وری وسطی بالایی پایین، چرا شرکت نمی‌کنه یه نفر؟ انتخاب طراحی شده پشت درهای بسته انتخاب واقعی است. قانون مال غربیاست. یه خودی هم شکر بهشون رو سابون نزده. عامل تبعیض و فساد بنده احمدی نژاد، آقا پاسدار لومپن گورزاد بنده احمدی نژاد. شما میدانید که امام وسط جمعیت داشت له میشد. امام اومد به من گفت محمود، گفتم چی گفت؟ محمود اینقدر مردم علیه دولت شدن از بالا تا پایین دولت رو شستن، گفت
صدای هارت و پول بام میخوام، موشک دو مرحله ای میخوام. من گفتم مخلص شما نیست. چشم آخه ما یه ابرقدرتی هستیم، یه چیزی هستیم، سنگ و دندانی نشان میدیم، کسی هستیم. همین خود بنده یعنی یه جرثومه سیاه و کثیف، مثل یک حیوان درنده. بنده احمدی نژاد با کسی دست نخواهم داد. عامل تبتیز و فساد بنده احمدی نژاد، پستار لومپن گوزاد بنده احمدی نژاد. در پایان قصد دارم اشاره کنم که فروپاشی ما نزدیک است. حسابی هم هست، جدیتر از جدی هم هست، اما من دلم چیز نیست به این، واقعا راضی نیستم از این اقدام. Yes. Hello. I am Mujri. I speak English. It is Dr. Strategist. ایت بخوره تو سرت. نه، بخوره تو سر اونی که به تو انگلیسی یاد داد. حالا ما شدیم ایت بعد از این همه نواد و بوغی. She is سرم میره. He is doctor. تو تو معرفی فارسی من مودی قد افه نیا. معرفی فارسیمو بعد از چند سال فریاز رشیب و زد و خورد هنوز نمیتونی انجام بدی. فقط خود آی دکتر من کجا زدیم؟ آره کلا با آدم چیز فهم. حالا تو چطوری میخوای تو انگلیسی حق مطلب رو به جا بیاری؟ آی دکتر داشتم حق مطلب دیگه رو به جا میوردم، داشتم تمرین میکردم، بلا فاصله بعد از برنامه دارم میرم نیویورک قاطی هیئت آقا محمود اینها، از اونجا یه تکپا میرم ونزوئلا، شاید دست خودم رو یه جایی بند کنم برای روز مبادا، مبادا که اون موجه که الان یه خم برادر بشار رو به دو خم تبدیل کرده به ما هم برسه. آی دکتر من دیشب تا صبح نخوابیدم که یه تیپ توریستی 2011 برای خودم ساختم. خودت خوش دیگه ها، مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یه مشنگه پشه بند میخره تا صبح نمیخوابه پشه ها رو مسخره میکنه. خواستم بدونی که تو تنها نیستی، ولی یه فرقی داری با اون مشنگه، اون اقلا پشه ها رو بیرون نگرداشت، ولی تو داری با دست خودت، با چمدون خودت، با این مشنگ بازی خودت سند بدبختی و بیچارگی خودتو امضا میکنی. آی دکتر با همه احترام تاکتیکی و استراتژیکی که براتون قائلم، اینجا رو فکر کنم اشتباه میکنه، شاید به خاطر اینه که هنوز تو زبان یه مقداری ضعف داره. ملاحظه بفرمایید انگلیسی اصلا عین نداره، غین نداره. وقتی غین نداره بنابراین همینطور که برسم اونجا دیگه از غصه خبری نیست، وقتی پام به اونجا برسه خودم هم بخوام دیگه نمیتونم غصه بخورم. آی دکتر من فکر کنم تو حالت خوش نیست، به جای ونزوئلا یه تکپا بیا بیت مقام عظما که ببینی زیر بار مشکلات نظام غین و غصه و عین و عرعر که سله صداهایی از خودشون در میارن که تو هیچ زبونی پیدا نمیشه. یعنی آی دکتر با این حرف میخوای رأی منو بزنی؟ نه بین خودت، شاید دوست داشته باشی که بری تو نیویورک شب هیچ هتل ایراد نده مضحکه عالم آدم بشی، بعدش بری تو جلسه دانشگاه مخلوط فوش و گوجه فرنگی گندیده بخوری، بعدش هم پلیس بین الملل که دنبال نصف مقامات نظامه تو رو بگیره دست بر به دست، یه عکس ایوری، اون وقت تمام اقامت دائم، بعدش هم دیگه میخوام بگم که بس آقای دکتر نمیرم. ولی این آقا محمود که تجربه قبلی هم داره، این رو هم میدونه که امسال با اون سالای دیگه فرق میکنه و مقام عظما زیر پاشو خالی کرده، مگه عقلش کمه که باز بلند میشه میره اون؟ نره چه کار بکنه بدبخت بیچاره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن با حضور عرض میکردم بله، میفرمودن که هنوز تو سربالایی گیر نکردی که دم به خر و ماچ کنی. باشه ولی آی دکتر
این فعالیت های دیپلماتیک داستان چیه؟ چرا آقا محمود در به در دنبال ملاقات با اعضای شورای امنیت، اونم با این همه خفت و خاری؟ خب به خاطر حل و فصل فعالیت های صلح‌آمیز نظامی هسته‌ای نظامه. آیه دکتر، آژانس انرژی اتمی نمیگم، شورای امنیت رو لازم نکنه تو برای من توضیح بدی که چیه میگی چیه نمیگی. فعالیت های صلح‌آمیز هسته‌ای ما یه طوریه که آخرش میرسه به شورای امنیت، سه چهار بار تا حالا رسیده از اون قطعا مرتبه آورده. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر از میکردن، بله میفهمودن که دوزه کلا یکی رو دوزید و فرار کرد، طرف رفت تو قبرسو همونجا گرفت نشست، بهش گفتن اون که کلای تو رو ورداشت رفت طرف باغ، تو چرا اینجا تو قبرسو نشستی؟ یارو گفت بالاخره گذرش به اینجا میفته. روشن شد یا همچین بذارم که گذرت به قبرستون بیفته. آی دکتر یه سال اومده از ار. کدوم ار؟ احمدرضا رادان داریم، اره اسفندیار رحیم مشایی داریم، خیلی اره، اره کلاسیک. آی دکتر اره کلاسیک احمدرضا رادان اومده. ولش کن نخون سوال احمدرضا رادان، میخوام چیکار کنم؟ سرش گرم میشه اینجا، بعد از مبارزه با آب‌بازی عقب میفته. منظورتون چی آی دکتر؟ هیچی، یه سوال ازت میکنم، تو میدونی فرق ناسا با ناجا چیه؟ آی دکتر همش سوالای سخت از من میپرسی. نه نمیدونم. ناسا تو مریخ دنبال آب میگرده، ناجا تو پارک دنبال تفنگ آب باش. آی دکتر درسی که تو میدهی به من پرواز است. پس چی؟ در استراتژی تو صدها راز است. بازم تو زدی به جدول و چپ کردی، این راه پر از چاله و دست انداز است. روشن شد یه همچنان که دوباره بیفتی تو دستانداز. کدوم دستانداز؟ دستانداز کلاسیک، بقا موضوع اینقدر سمن داره که یا سمنهایی که تو دنبالش میگردین توش گمن. کنفرانس بیداری گذاشته همشون از دب خوابن، آقا محمود و فرستاده نیویورک یه مسئله حل بشه بیشتر خورده تو پوز مبارکشون. اول برنامه که بهت گفتم چه صداهایی از خودشون در میارن. آیا دکتر مقام عظما با هر پوکی که به اون وافور میزنن آرامش میگن یه مقداری، یعنی شما به اندازه یه پوکم برای ایشون بابا نیسون. حالت خوشه؟ تو اول برنامه داشتی پا میشدی بری نیویورک، من نگران داشتم، حالا نگرانی هستی که ما به اندازه پوک واپو به مقام عضو آرامش بدیم؟ آیه دکتر شما آرامش مقام عضو رو تو کنفرانس بیداری نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. علی ایرانی خیلی ممنون از تصاویر جالبی که در مورد مدیران نفت در حاکمیت آخوندی فرستاده بودید. رضا منصوری عزیز ایمیل رسید، گله ها در مورد دانلود رو تلاش میکنیم با راهنمودهای خودت حل و فصل بکنیم. میلاد آریایی نکاتتون رو به قسمت فنی دادیم. دوست گرامی خانم شکیلا از تهران خیلی خوشحالیم که بیننده پیک شادی هستید، پیامتون رو دریافت کردیم، به قول خودتون سلامتون رو هم به مرحوم عبوی رسوندیم، امیدوارم که شایسته لطفتون بشیم. دوست گرامی پروانه ممنون از ایمیلتون، پاسخ جداگانه براتون میفرستیم. رامین از استان مرکزی ایمیل قشنگ رسید، خیلی خوشحالم که بیننده برنامه ما هستید. دوست عزیز دیگری شعر قشنگی برامون فرستاده که البته به طور کامل در برنامه‌های دیگر سیمای آزادی استفاده خواهد شد. من قسمتیش رو میخونم. قطره بارانم من، یکی هستم ولی یکی از هزارانم، در پی پیوستن به جمع یارانم، قطره بارانم فکر همراهی با سیل خروشانم، قطره بارانم از تبار نورس امیدوارانم، عاشق هر ذره از خاک ایرانم. فریبرز ممتحن کارنامه دولت خیلی جالب بود. صدیق ابراهیمی عکس جالبی فرستاد تحت عنوان طرح جدید مبارزه با بدحجابی در منازل، اسمش هم گذاشته اسپایدر وومن. سعید مشهدی شعر طنز قشنگ رسید استفاده میکنیم. رضا از نقده گفته که به امام جمعه نقده هم در طنزها بپردازیم، چشم، به شرطی که شما هم کلیپ یا تصویر یا نوشته اگه ازش داریم برامون بفرستیم. دوست عزیز میترا خیلی ممنون از کلیپ قشنگی که فرستادید. دوستان گرامی رباب علیپور، حسین پاشا، جواد جمشیدی، مجید رسول، پاتریس شیرین، احمد آباد، مراتسان، وحیده لیما، ناصر احمدی، امیر سعیدی، محمد بیهقی، شکور قفوری و دیوید معید، مطالبتون خیلی جالب بود، تشکر میکنم. صالح یه شعر فرستاده با این مضمون که خطاب احمدی نژاد، نام محمودت کدام ابله نهاد، زلفلی را به کچل نسبت بداد، گفته بودی از نژاد احمدی، من نبینم در تو جز شر و بدی، فاسق و جانی و اهل اختلاس، شهرتت در رشته تیر خلاص، چون که گشتی تو به جمهوری رئیس، جمله فهمیدند هستی بس خبیث. پیک شادی در فیسبوک، با
با مراجعه به صفحه پیکشاری در فیسبوک به طنزهای پیکشاری دسترسی پیدا کنید. دوستان عزیز اجازه بدین که کلام خداحافظی رو از ایمیل دوست عزیز پیک شاهدی کوروش آریامنش بخونم که نوشته: در ایران آخوندزده خنده گناه محسوب می شود، اما ما دیگر نمی خواهیم اهل قصه باشیم به امید نزدیکترین دیدارها. دیدار ما انشاءالله در برنامه بعدی خواهد بود، ولی قبل از اون هم می تونین از نمایه فیسبوک پیک شاهدی با نام پیک شاهدی INTV دیدن بکنین. آدرس ایمیل ما هم که احتمالاً بلدید pikshadi@irantv.com. تا دیدار بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.